مفهومی که با الفاظی چون خلق، توده و مردم بیان می شود، در ادبیات سیاسی ایران پس از انقلاب دستخوش تغییر جدی شده. آیا با آنچه که قبلا مورد تجلیل واقع می شد، حالا با احتیاط برخورد می شود؟ سلام. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی مایه شگفتی بود. یکی از آنان گفت چنین مراسمی بیادش می آورد که چطور روشنفکران در سالهای پیش و پس از انقلاب ایران به مردم رشوه دادند، به این معنا که مردم به هر اون چه که می کنند مورد تجلیل قرار گرفت و حتی تقدس یافت. امید آنان این بود که مردم در نهایت به راهی بیایند که نخبگان و روشنفکران می‌خواهند و این روند تا آنجا ادامه یافت که این نخبگان یک بار خود را در خسران کامل دیدند و در دنیایی یافتند که با آنچه آرزو داشتند به کلی متفاوت بود. آیا چنین است؟ آیا به همین دلیل است که حالا با مفهومی که در سیاست ایران بنیادی بوده و با الفاظی چون مردم، توده، خلق و جماعت توصیف می‌شده، با احتیاط برخورد می‌شود؟ آیا دوران شیفتگی به توده و خلق به سر آمده است؟ فاتح شیخ، تحلیلگر سیاسی و دانش آموخته مطالعات اجتماعی میگوید اگر فعالان سیاسی در دام استفاده بیش از حد از لفظ خلق و معادلهای اون افتادند، ناشی از فهم غلط از مفاهیم بنیادی سیاست و اجتماع بود. تورج اتابکی، استاد جامعه شناسی اجتماعی، اعتقاد دارد که تقدس خلق و مردم و توده ناشی از ناآشنایی با مباحث متنوع در حوزه روانشناسی اجتماع بوده است و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر اقتصاد توسعه، میگوید اتفاقا مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی نشان داد که لفظ مردم برای یک مفهوم بنیادی در ادبیات سیاسی بسیار کارآمد است. خیلی خوش آمدید آقای شیخ. از شما شروع کنیم. شما یک فعال با سابقه سیاسی هستید. 61 سال پیش در زندان بودید و اون موقع تجلیل از خلق خیلی رایج بوده و این ادامه پیدا کرد تا پس از انقلاب ایران و الان هم در بعضی از گروه ها فعالین کماکان برقرار، از جمله در میان بسیاری از فعالین چپ. چرا؟ بله، این بوده در جامعه ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 57. این بوده که بعضی از روشنفکران این کارو میکردن، ولی اولا به نظر من این که یک فعال سیاسی بخواد توجه مردم رو جلب کنه خیلی طبیعیه، برای اینکه فعال سیاسی خودش رو رهبر در نقش رهبر رو ایفا میکنه و باید توجه توده مردم رو که اساس تغییرات اجتماعی هستند جلب کنه. ولی اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، رشوه دادن به مردم، اتفاقا نشون میده که اینها دوستان مردم نیستن، کسانی که رشوه میدن. و در تاریخ ایران من میخوام اشاره کنم به اینکه مثلا سلطان زاده ها یا حیدر عموغلو ها، کسانی که در اون به اصطلاح دورانی که هنوز جامعه به اصطلاح به آگاهی و بیداری و مخصوصا طبقه کارگر نرسیده بود، اتفاقا اونها خیلی صریح به مردم میگن چرا در خوابید، چرا بیدار نمیشید. اینطور نیست که بهشون بگن به به شما چقدر بیدارید. ولی در این سو و اون سوی انقلاب این در واقع جاری و ساری شد. این بله الفاظ، بله، این چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی یا برای دانش سیاسی به پوپولیزم مشهوره، چون موقع بخصوص در دوران ما یک دیدگاه بی نهایت ضد مردمیه در واقع. تجلیل مردم یک دیدگاهه. نه تجلیل مردم، پوپولیزم به این معنی که شما مردم رو مثلا پرستش مردم. پرستش مردم به نظر من بدترین دشمنی، یعنی دوستان مردم، مردم رو پرستش. ولی سوال من این بود چرا؟ بذارید من یه جور دیگه سوال رو بپرسم. من فیسبوک شما رو نگاه کردم آقای شیخ. در دو یادداشت اخیرتون در فیسبوک کوتاه هستن ولی نه چندان طویل، مثلا هر کدوم به اندازه یک صفحه،
بیش از 20 بار لفظ توده های محروم، بله. توده ها، مردم، یعنی کماکان شما مرتب استفاده میکنید، بله، وقتی این هم استفاده این ناشی از چیه؟ یعنی بله، این لفظ نگاه من یا این خطاب من یا بحث من در مورد بخش پایین جامعه است. اتفاقا من کلمه اعماق جامعه رو خیلی به کار میبرم، برای اینکه من معتقدم در همه جامعه، نه فقط در جامعه که ما بیشتر آشنایی داریم مثل ایران، جامعه و دولت، جامعه و طبقه حاکم از هم جدا هستند و باید تفکیک بشن از نظر بازتاب ذهنی. و جامعه رو مردم مینامید و جامعه، اکثریت جامعه. وقتی میگم توده های محروم، دقیقاً معنیش اینه، مثلا فرض کنید در خیزش آبان اون توده های محرومی که علیه این رژیم ها به پا خواسته اند و اون توده های محرومی که برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی میرن، نظرتون در مورد اونها چیه؟ خب نظر من لفظ مردم رو در مورد اونها به کار نمیبرید؟ ممکنه به کار ببرم، ولی میگم اونها افتادن دنبال یک عوام فریبی مذهبی. خب این ترتیب، آیا استفاده زیاد از لفظ مردم گمراه کننده نیست؟ میتونه گمراه کننده باشه، ولی بستگی به این داره شما زمینه اون بحث رو یا موقعیت و گوینده رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید همه حکام امروز دنیا، که من معتقدم همه حکومت‌های امروز دنیا که نزدیک 200 تا هستن، همه حکومت‌های سرمایه‌داری هستن، اونها به همه جامعه میگن مردم و منظورشون خودشونه. و شما من وقتی میگم مردم، منظورم اون توده‌هایی که علیه این وضعیت موجود به میدون میان و میخوان عوض کنن. خب وقتی شما این توصیف رو به کار میبرید، آیا خود این نشون نمیده که لفظ مردم کفایت نمیکنه؟ لفظ مردم قطعا کفایت نمیکنه. به همین دلیل وقتی من میگم توده های محروم جامعه، منظورم کل مردم. مردم ببینید، اگه به معنی اهالی باشه، خب اهالی شامل طبقه حاکم هم میشه. مثلا فرض کنید یک بحثی در اخیرا در کردستان هست، کلبرها، که دیگه کلمه کلبر که مثلا 40 سال پیش اصلا وجود نداشت، الان حتی به زبان فارسی هم چیز شده. خب در کردستان یه عده کلبر کشته میشن زیر برف، ولی اینها برای کی کار میکنن؟ برای یه عده دیگه ای که اونها از این کار سود میبرن. در نتیجه مردم هم شامل کلبرها میشه، هم شامل اونهایی که از قبال جان باختن کلبرها سود، یعنی پول آیدشون میشه، پول، سود تجاری. خب معلومه که من بنا به موقعیتی دارم و بنا به زمینه بحثی که دارم، وقتی میگم توده های محروم جامعه، منظورتون کلبر است، از کارگرایی که در خوزستان و هفتپو آذراب و اینها مبارزه میکنن و در عراق در میدان تحریر هستند، اینها علیه نظم موجود. بسیار خب، منظور شما بر اساس برداشتی که من دارم این است که چون لفظ مردم خیلی وسیعه و کفایت نمیکنه، همیشه این رو توصیف میکنید، میگید کولبرها یا اینها یا اونها. و این، یعنی من معتقدم که مردم یا جمعیت به طور کلی، وقتی کلمه جمعیت، یعنی یا کانسپت، مفهوم جمعیت، یک مفهومیه که در درونش تقسیم طبقاتی وجود داره. بله. و این همه جای کره زمین با این حال کماکان از مفهوم، از لفظ، از مقوله مردم، خلق، توده توی ادبیات سیاسی استفاده میشه. استفاده میشه. شخصا از مفهوم خلق شاید بگم 40 سال هیچ وقت استفاده نکردم، برای اینکه اون هم باز یک دیدگاه سیاسی پشتش هست. بله. که البته چپ، دیدگاه چپی بود. بله. آقای عطابکی، شما به آرای کسانی که از اواخر قرن 19 راجع به روانشناسی توده ها صحبت کردن ارجاع میدید در صحبت های پیش از برنامه، من گفتی در موردشون، و گفتید این آرا چندان شناخته شده نبود در میان فعالان سیاسی و شاید بخشی از این تجلیل خلق ناشی از این بود. میشه بیشتر توضیح بدید؟ این اجازه بدید که با یک بحث لغوی صحبتم رو شروع کنم، برای پرهیز از هر کشفهمی مفهومی. ما وقتی که درباره رفتار جمعی صحبت میکنیم، collected behavior، من مجبورم معادل فرنگیشم بگم به خاطر اینکه زبان فارسی تو حوزه علوم اجتماعی آنچنان غنی نیست. وقتی راجع به collected behavior یا رفتار جمعی صحبت میکنیم، تو این رفتار جمعی تعریفی داریم. شمار چشمگیری مردم میان و رفتاری میکنن که غیر قابل پیشبینیه.
خب حالا این شماره مردم رو که تو این چارچوب رفتار جمعی ما تعریف میکنیم میتونن به شکل گروه مردمان بسیج نشده باشن که ما به اسم crowd تو انگلیسی یا تو فارسی جماعت میگیم که رفتار غیر قابل پیشبینی دارن و بسیج هم نشدن، در یک موقعیت مکانی و زمانی خاص به تصادف کنار هم دیگه اومدن. خب این جماعت، این جماعت بعد یه مفهومی داریم که میتونیم واژه معادل خلق یا مردم رو براش بذاریم که به انگلیسی بهش میگیم mass. در حقیقت اونها هم توی یک رفتار جمعی دارن در حقیقت مینشینن، اما بسیج شدن، عنصر بسیج شده وجود داره، به تصادف نیومدن، اینجا اومدن. بعد سومین مفهومی که اینجا وجود داره، البته مفاهیم دیگه کوچک بزرگی هم وجود داره که حوصله این بحث نیست، سومین مفهوم بزرگ، مفهومی هم که باید اشاره کنم اینه که ما یک گروه شورشگر داریم، رایت داریم، در حقیقت میان اینا، حالا ما بهشون بگیم قوقاگر، شورشگر میایم، که اینا میتونن هم جماعت باشن که در یک حرکت کاملا غیر قابل پیش بینی حرکت های رادیکال بکنن، و یا هم مردم باشن، مس باشن. خب اگر این تفکیک قائل نشیم، در تاریخ مثلا 200 ساله ایران ما وقتی که نگاه میکنیم گاهی مردم رو میبینیم که بسیج شدن، گاهی جماعت رو میبینیم که بسیج نشدن، به تصادف اومدن و کارهایی کردن موندگار، و گاهی شورشگرها رو میبینیم. خب حالا در مورد این آخری که شما اشاره کردید، سوال کردید از دوست عزیز من آقای فاتح شیخ، اشاره کردید، بگم که خب وقتی شما نگاه میکنید در مورد این تشییع جنازه‌ای که برای آقای قاسم سلیمانی انجام شد، اینها بسیج شدن، یعنی سامان یافتند، ولی ممکنه رفتار غیر قابل پیش بینی داشته باشن، این رو فراموش نکنید. یعنی این نیستش که شما وقتی که مردم رو بسیج کردید آوردید، از آغاز تا پایان، انجام تا فرجامش، در حقیقت شما کنترل بکنید، شما تعیین بکنید که چه رفتاری داشته باشید. جمعیتی که برای قاسم سلیمانی اومد بیرون برای تشییع جنازه‌اش، برای شما شگفت انگیز بود یا نبود؟ نه، برای من شگفت انگیز نیست. به این دلیل شگفت انگیز نیست که من فکر میکنم تو تاریخ معاصر ایران اگر نگاه کنیم، همین حالا بگیم 40 سال اخیر نگاه کنیم، وقتی نگاه بکنیم این جامعه، جامعه ایست بسته، جامعه بازی نیست. جامعه باز این فرصت رو به همه مردم میده، از تمام نهله های سیاسی، نهله های اندیشگی، نهله های آینی، که بیان تو خیابون بیان نظرات خودشون رو بکنن. و چون این نیست، و ما دیدیم مثلا وقتی اون کشدار آبان همین سال پیش آمد، دولت اجازه در حقیقت حتی مراسم 40 رو هم برای بازماندگان این قربانیان نداد. آیا منظور شما این است که مردم در تشییع جنازه قاسم سلیمانی بودن، اینجا مردم رو در علامت نقل قول قرار میدیم برای اینکه موضوع برنامه است؟ این مفهوم به این دلیل که محدودیتی وجود نداشت و به راحتی میتونستن بیان اومدن؟ دقیقاً. یعنی ببینید، شما میتونید یه خانشی داشته باشید از این حضور، بگید این مردم بسیج شدن از طرف حکومت، که البته عنصر بسیج رو من اینجا میبینم، از سراسر چهارگوشه ایران تمام امکانات رو در اختیارشون گذاشتن، اتوبوسهایی رو آماده کردن که بیان. من اما چرا شگفت زده نشدم؟ به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که اینها اومدن و تحت این به قول معروف شور حسینی تو که ایجاد کرده بودند، و در حقیقت با توسل به تمام داده های تشیع، تاریخ تشیع و از این دست آمده بودند، نمادهایی را انتخاب کرده بودند اینجا، اما همین جماعت در حقیقت بسیار بسیار متکثر و متنوع هستش. یعنی شما این رو فراموش نکنید، همین جماعت که آمده بودند در کرمان، به راحتی، اینو اشاره بدید، اینجا صحبتمو تموم میکنم، به راحتی میتونستن در جریان این تجمع یک بار شعاری کسی دیگه ای بگه و اینا برگردن، نیمشون برن یه جای دیگه. ما نشانه های بسیاری از اینو در تاریخ داریم. اگر اجازه بدید من میتونم حتی در کشورهای دیگه هم مثال بدم که جمعیتی بسیج شدن، جمعیتی بسیج شدن، آمدن به خیابان، آمدن به میدان، اما حاصل کار چیز دیگه ای شد. شما چنین درکی رو باش موافق هستید که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی ممکن بود بخشای مهمی از اون جماعت یک چیز دیگه، شعار دیگه سر بده؟
میشه چنین پیش‌بینی ناپذیر؟ به هیچ وجه من قائل نیستم، به خاطر اینکه به نظر من اون پس زمینه که باعث شد که این یک نوع حرکت خودجوش در دل جامعه صورت بگیره، در کنار اون عنصر بسیج هم وجود داشت. ولی بحث این که مردم استقبال کردن از این و واردش شدن، و شما نمونه های دیگه هم دارید که سیستم سعی کرد مردم رو بسیج بکنه در مقاطع دیگه ای، در جواب مثلا به همین بحران آبان ماه، خب بخش محدودی از مردم وارد شدن در جواب اون و حمایت کردن. ولی اینجا به خاطر اون پدیده این که یک عنصر قهرمانی و پهلوانی و دفاع از وطن و سرباز وطن و کشته شدن معصومانه و مظلومانه وجود داشت درش و در سرزمین بیگانه و مفهوم کربلا و مفاهیم دیگه‌ای که آقای عطابکی هم شده، این سرزمین بیگانه رو خودشون رفته بود، نه اینکه یعنی اونجا بازیگر بود در اون سرزمین بیگانه، یه عنصر رسمی سیستم بود، یه عنصر غیر رسمی نبودن. بنابراین بر اساس همین تحلیلتون از تشییع جنازه قاسم سلیمانی، شما معتقد هستید، به من گفتید که اتفاقا لفظ مردم لفظ بسیار کارآمدیه و در ادبیات سیاسی پس از انقلاب اگر استفاده شده به دلیل همین کارآمدیش بوده و مردم مجموعی است از جمعیت یک کشور که بر اساس ارزش‌های گرد هم میان. آیا منظور شما اینه که بی دلیل نیست که تجلیل میشه از مردم و این لفظ بی دلیل استفاده نمیشه؟ یعنی به عبارت دیگه خیلی خلاصه تر بگم، واقعا نمیپذیرید که در مورد مردم و رفتار مردم الان نسبت به اوایل انقلاب احتیاط بیشتری اعمال میشه دیگه، تجلیل کمتری میشه از هر حرکت مردمی؟ بحث اساسی اینجا اینه که با انقلاب فرانسه مردم به عنوان یک فاعل اجتماعی معرفی شدن، وارد صحنه تاریخ شدن. شما اگه قبل از اون دوران نگاه کنید ببینید که مردم به صورت فعال اجتماعی حضور نداشتن و دست جنگ قبایل بود یا جنگ ملت ها و کشور ها بودن در مقابل یا امپراتوری ها بودن با هم دیگه. بله. که این عنصر جدید وارد صحنه تاریخ شد و بعد از اون در اصل نخبگان، من مردم رو در مقابل نخبگان جا میبینم. خب. یه رابطه عرضه و تقاضا ایجاد شد بینه، چون مردم فاعل اجتماعی، فاعل تغییرات اجتماعی شدن و جوامع در حال توسعه با مدرنیته مواجه شدن و نیاز به تغییر اجتماعی ایجاد شد و مردم به عنوان عنصر و عامل اصلی تغییر اجتماعی تلقی شدن، موقع بحث جذب مردم مطرح شد. این چیزی بود که آقای شیخ گفت، ولی الان در مورد محتوای کنش سیاسی مردم بحث هست. بل. در اوایل انقلاب ایران محتوای کنش سیاسی مردم مورد تجلیل قرار می گرفت. چنین نبود؟ مفهوم تجلیل به نظر من یک نوع اقرار به فاعلیت مردم در تاریخ معاصر ایران و جهان هست. باز نسبت ها و شدت ضعف های مختلف، یعنی در ایران یک فاعلیت مردم یه سری ظهوراتی داشته که با کشورهای دیگه متفاوت بوده و روشن فکرها و روحانیت و ایرانگراها در اصل خواستن که مردم رو به انهای مختلف به سمت خودشون جذب کنن. این رابطه عرضه و تقاضا وجود داشته بین مردم و بین مردم و نخبگان. در اصل مردم پاسخ میدادن به این کالای سیاسی که کارآفرینان مختلف از آقای خمینی گرفته تا شاه گرفته تا مصدق، مثلا به عنوان نمونه‌های مختلف به اون پاسخ میدادن. بنابراین ما شدت ضعف پاسخ مردم رو به این متجسد به این الگوها میبینیم. بله. و بعد بحث اساسی هم اینه که برنده آوردن مردم به صحنه یه عنصر اصلی تاریخ معاصر ما شد و نگه داشتن اون. آقای گاردانی میگه اگر از مردم زیاد استفاده شده، لفظش منظورمه، بله، و اگر این مفهوم اهمیت داشته به دلیل این بوده که عاملیت یافتن مردم از انقلاب فرانسه به این سو. بله، اتفاقی که در انقلاب فرانسه افتاد، مخصوصا حمله به باستیل. بله. در واقع یک نوع میشه گفت نشانه دوران جدید تاریخ جهان که از فرانسه و انگلستان در واقع شروع شد، این تاریخ معاصر جهان. و به نظر من از اون موقع تا حالا نقش توده های
محروم جامعه به قول شما که من بیشتر به کار میبرم، توده‌های محرومی که علیه نظم واقعی و علیه سلطه حاکم به میدون میان خیلی بیشتر شده. برای اینکه امکانات اطلاع یافتنشون از واقعیت همون ولی این توده‌های محروم در تشییع جنازه‌های شبیه تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم با ابعاد وسیع میان. خب بله بله، این در شما در مورد استفاده از واژه مردم خلق احتیاط ایجاد نمیکنه. بحث استفاده از واژه نیست، اینها مردم رو بسیج میکنن بر علیه مردم. یعنی وقتی خیزش ابان یک حرکت مردمی علیه نظم موجود، خب اونا از هر فرصتی استفاده میکنن، از همه توهمات، از همه اون فرهنگی که دوست عزیز آقای عطابکی اشاره کردن، فرهنگ عزاداری و تعزیه گردانی و بکا و به گریه انداختن و شور حسینی و اینها که از زمان صفوی به بعد بوده در ایران، بوده در کشورهای جوامع دیگه، به این شدت وجود نداره. یک جریان سنت ارتجاعی رو بهش متکی هستن و اینو بسیج میکنن، و بسیج به معنی اینه که با هدف معینی، و این هدف به نظر من حالا هم تقریبا یه مورد مشابه هم براتون الان ذکر میکنم، علیه مردمی هستن که در خیزش ابان برای ساقط کردن این رژیم متوجه هستم به میدون اومدن. مورد دیگه‌ش هم در همون عراق از اول اکتبر این خیزش مردمی علیه وضع موجود به وجود اومد. همون موقع مصادف بود با روزهایی که بهش میگن اربعین. بله. درسته؟ این دیگه دو ماه پیش بود، سه ماه پیش بود، و برای سرکوب کردن یا خاموش کردن، نمیشه گفت سرکوب کردن، برای خاموش کردن اون خیزش مردمی 2 میلیون نفر رو از ایران به عنوان زائر بردن کاظمیه، از اونجا بردن کربلا، از اونجا بردن نجف. یعنی این رژیم های اسلامی قدرت به میدون آوردن مردم متوهم به مذهب رو دارن. این فرمول بسیار آشنا رو که آقای شیخ میگن از انقلاب ایران به این سو ما زیاد داشتیم، که مردم عالی‌ان ولی در این حال مردم فریب می‌خورن، مردم در اعتراضات آبان میان بیرون ولی گروه بزرگی از مردم میان فریب می‌خورن، میان تشییع جنازه قاسم سلیمانی. این نگاه واقعا ساده انگارانه نیست؟ نه، به نظر من اصلا داستان فریب نیست. من خیلی مشکل دارم با این داستان فریب. وقتی که من به اون تعاریف رسیدم، مردم، جماعت، شورشگران و از این دست، گفتم که مردم میتونن بیان یا جماعت در تاریخ میتونه بیاد، و جماعت میتونه سازنده باشه، جماعت میتونه مخرب باشه. جماعت میتونه در حقیقت نقش خیلی پیشروی داشته باشه، نقش سازنده‌ای داشته باشه، جماعت میتونه نقش بسیار عقب مونده‌ای داشته باشه و خیلی ضربه بزنه به اون تحولی که آدم انتظار داره یه جامعه در پیش خودش، پیش روی خودش داره. ببینید، یه اشاره‌ای من بخوام بکنم، این که ما دوستان اشاره کردن به انقلاب فرانسه و به تمام اون تعابیری که ما بعد از انقلاب فرانسه در این ترمینولوژی، این فرهنگ شناسی جماعت و مردم داشتیم. ببینید، بعد از انقلاب فرانسه و در جریان انقلاب فرانسه، یعنی ما به قرن مثلا 17 نگاه بکنیم و بیایم به قرن 18 نگاه کنیم، بیایم اینجا، جماعت تبدیل میشن به مردم. یعنی دیگه اون دست حقیقت شمار زیاد و چشمگیری که میان بدون بسیج شدن، بدون اینا، و خودانگیخته هستن، میان حالا احزاب خودشونو پیدا میکنن، نهادهای خودشونو پیدا میکنن، سندیکاهای خودشونو پیدا میکنن، قابل بسیج شدن هستن، پیام میگیرن. حالا در عصر ما که امروز هستیم، میتونه این در کنار سندیکاها، احزاب سیاسی، شبکه‌های اجتماعی هم باشه که نتورک‌های خودشونو دارن، گروه‌های خودشونو دارن، فراخوان میدن، بسیج میکنن، میگن با این وضعیت بیایی تو جامعه و شرکت کنی تو جامعه. آیا منظور شما این است که ما در تاریخ حدود 200 ساله جامعه انسانی با روندی مواجه هستیم که درش دیگه فریب دادن مردم راحت نیست؟ آیا منظور اینه؟ برای اینکه این چیزی که میگید با صحبتی که من با شما داشتم متفاوته. چند روز پیش که بهتون زنگ زدم، گفتید که شما اعتقاد دارید باید در جماعت خرد وارد کرد. یعنی چی در جماعت باید خرد وارد کرد؟ این نوعی نخبت روشنفکری و نخبگی درش نیست؟ ببینید، شمار انبوه مردمی که تو خیابون میان و خواهان تغییر هستن یا خواهان دیگرگونی هستن
به خودی خودش قابل ستایش نیست. وقتی که شما روشنفکران درش خرد وارد کنید اون وقت ستایش داستان روشنفکران نیست، داستانی است که یک اتفاقی داره میفته، مردم اومدن یک مسابقه فوتبال دارن تماشا میکنن، پایان یافته مردم مسابقه فوتبال، شما میبینید یه جمعی از این شوری که تو مسابقه فوتبال اتفاق افتاده استفاده میکنن، میزن شیشه های مغازه ها رو میشکنن یا ور میدارن چپاول میکنن و مردم تلفن هاشون رو میدزدن و از این حرفا. بنده نه روشن فکر باشم نه چیز ستایش نمیکنم و این رو به عنوان یه چیز مخرب، یک رفتار بسیار بسیار در حقیقت خرابکارانه تلقی میکنم و در برابرش هم میستم و ابایی هم از این ندارم و این رفتار ستایش هم نمی کنم. اجازه بدید یه نکته بگم. شما وقتی که به داستان قبل از انقلاب اشاره کردید و گفتید که ما پیش از انقلاب ما به تجلیل در حقیقت می پرداختیم تا به تحلیل، به خاطر اینکه در وضعیتی که ما داشتیم حرکت‌های مردمی از اون دست که مراد بسیاری از کنشگران سیاسی بود غایب بود و بنابراین یه تصویری از حضور مردم برای بسیاری از کنشگران سیاسی وجود داشت که بسیار قابل تحلیل بود، زیبا بود. من یه اشاره کنم شاید برای شما دوستان و بینندگان این برنامه جالب باشه. حتما شماها با کار هنری کیپسن آشنا هستید. نمایشنامه‌ای داره به نام دشمن مردم. در این دشمن مردم اون پزشکی که در حقیقت میاد که میخواد در حقیقت حمام‌های شهر رو آباد بکنه، درست بکنه، بهداشتی بکنه، از این برنامه‌ها با اقوای شهردار مردم بسیج میشن و در برابر این قرار میگیرن و میگن که تو باید از این شهر بری بیرون و از این دست. و اون شهر اون به هر صورت سرآخر تصمیم میگیره که از شهر نره بیرون. اجازه بدید اینو بگم که در برگردان فارسی این دشمن مردم در متن اصلی اون آدم نشسته و ناراحتی که این مردم واسدن کنار خونش، این خیر مردم میخواسته و حالا دارن در حقیقت میگن و خیلی دلخور از مردم و میگن این مردم بسیار ناآگاهی هستن. اما در این نمایشنامه در دانشگاه تهران به روی صحنه رفت، زمان شاه عوض شد اینجا. میدونی چطور شد؟ در اینجا شد که یکی از این مردم سنگی انداخت، دکتر این سنگ رو برداشت، گفت ستایش میکنم، این سنگ رو مردم انداختن، این مردمی که من دوستشون دارم. آقای گوهردانی، در کنار نگاهی که شما بهش تعلق خاطر دارید و مردم رو یک جمع هدفمند میبینه و مردم رو جماعتی میبینه که برای خواستهای مشخص میان بیرون و معتقد هستید بی دلیل نیست که در ادبیات سیاسی استفاده میشه از لفظ مردم و این مفهوم بنیادیه، ما یک نگاه دیگه هم داریم در مبحث روانشناسی توده که متأثر از آرای گوستاو لوبونه، نظریه پرداز فرانسوی. اون اعتقاد داره که در جماعت فردیت از بین میره، در جماعت احساس و عاطفه دست بالا رو میگیره و جماعت اغلب اوقات کنش هدفمند از پیش تعیین شده نداره. آیا واقعا این بصیرتی به شما نمیده در بررسی حرکت‌های اجتماعی، در مطالعات اجتماعی؟ به نظر من این به لحاظ پدیدارشناختی، یعنی صورت قضیه رو توصیف میکنه بدون اینکه اون نیروهایی که در پشت صحنه دارن عمل میکنن و مردم رو وارد صحنه میکنن و خواسته هاشون رو شکل میدن، اونها رو نمیبینه که مردم چرا دنبال چه خواسته هایی هستن، اون خواسته ها رو چه عناصری هست که شکل میدن، اون خواسته ها رو نخبگان شکل میدن و پس زمینه های تاریخی یک جامعه و اون پس زمینه ها در جامعه ایران به نظر من میاد که همین در بحث ادامه بحثش که آیا مردم فریب میخورند یا نمیخورند، رابطه روشنفکر یا نخبگان روحانی یا هر جنسی از نخبگان با مردم رابطه فروشنده و خریداره. وقتی مردم اقبال میکنند، ستایش میشن به یک نوع از خریدارها، وقتی از اون ادبار میکنن و پشت میکنن، فریب خوردن. یعنی شما اینو میبینید که وقتی که مثلا میبینید در برهه‌های مختلف تاریخ حزب توده قادره که مردم رو وارد صحنه کنه در یه حد بسیار بزرگی در دوره مصدق و اون موقع مردم ستایش میشن، ولی وقتی که مردم پشت میکنن به حزب توده یا به جناح چپ یا مجاهدین و میان پشت آقای خمینی یا شریعتی وای میستن، اون موقع دچار آگاهی کاذب میشن. و
بحث اساسی اینه که تا همون موقع طرفداری از آیت الله خمینی رو حزب توده آقای کاظم نمیپنداشت. نه اونا به خاطر خطای تاریخی کرده بودن در دوره مصدق، در اصل می‌خواستن خطای تاریخی رو بپوشونن و پشت آقای خمینی وایستن به خاطر اینکه به طور مقطعی نیروی ضد امپریالیستی می‌بودن و در بلند مدت کمونیسم رو حاکم می‌دادن. در اصل یک پلکانی بود برای اینکه اون خطای تاریخیشون رو می‌خواستن. شما دارید اشاره می‌کنید به حرکاتی، اقداماتی، برنامه‌ای که نخبگان تدارک می‌بینن برای اینکه توده‌ها رو به این سمت یا اون سمت بکشن، ولی روانشناسی اجتماعی و اون بخشی که متأثر از آرای گوستاو لوبون هست در واقع مرحله بعد رو میاد توصیف میکنه، میگه که وقتی این توده ها تحت تاثیر این یا اون عامل اجتماعی، تحت تاثیر این یا اون نخبه، این یا اون حزب اومدن وسط، این اتفاقات رخ میده. بذارید برای اینکه یه مثالی بزنیم، مربوط به ایران نیست، مربوط به افغانستانه. دوستان ما روی صفحه تلویزیون این چند دقیقه رو، یا شاید نباید گفت چند دقیقه، این ویدیوی بسیار کوتاه رو میگذارن که برای بعضیا هشدار میدن ممکنه ناراحت کننده باشه. این در مورد اتفاقی است که چند سال پیش در کابل افتاد و جماعتی ریختند و یک دختر رو زیر پا، زیر مشت و لگد، زیر چوب از بین بردن، کشتن. این پخش میشه، بعد در موردش صحبت میکنیم که منظور من چیست. وقتی شما به آرای کسانی چون گوستاو لوبون مسلط باشید، آگاه باشید، مجهز باشید، و البته لوبون مال اواخر قرن 19 اگر اشتباه نکنم، بعد از اونم خیلی ها راجب این چیزا نوشتن، راجب خود رفتار توده، خلق، مردم صحبت میکنید و اینکه در این حین این اقدامات چه احساسات ایجاد میشه، چه عواطفی و این به چه اقداماتی میانجامه. در این جمعی که میبینید لگدکوب میکنن این دختر رو، اولا فردیت از بین میره، یعنی هر کدوم از اینا احساس میکنن مسئولیت شخصی ندارن و میبینید تو این تصاویر این رو. دوما احساس میکنید که اینها فوق العاده برانگیخته شدن توسط عواطفی که خودشون نمیتونن پشت این عواطف چی هست، مثلا این شایعه از کجا اومده، ولی برانگیخته شدن و این رفتارشون اینجا نتیجهش مشخص شد دیگه، نتیجهش کشته شدن یک دختر زیر دست و پای اینها بود. آیا در ادبیات سیاسی ایران و کشورهایی چون ایران، افغانستان هم این کلیپ از اونجا اومد، چندان متفاوت نیست؟ واقعا وقتی صحبت از مردم، توده، خلق میشه، این چیزها به نظر میاد راجب این چیزها صحبت میشه؟ بحث اساسی به نظر میاد ما باید یک تفکیک بکنیم، دو تا مفهوم. در همین حادثه‌ای که شما اینجا میبینید، بحث اساسی اینه که مردم مجذوب یک پیام هستن، اونم مقدس بودن و قرآن و اینکه قرآن یک بله، برای اینکه اتهام این دختر این بود که بعد البته معلوم شد کذبه، که قرآن رو سوزونده. کذب بودن یا نبودنش در اصل عامل فرعیه، اینکه مردم مجذوب اسلام به عنوان و قرآن به عنوان یک راهی برای رسیدن به رستگاری هستن. اون کاری که مردم الان کردن در کشتن این دختر بیگناه، در اصل احساس میکنن که یک وظیفه شرعی رو دارن انجام میدن و بر اساس و به این دلیل برای شما قابل فهمه، یعنی تحلیل پذیره، بدون اینکه من اونو تایید بکنم. بله، طبیعتاً تایید نمی کنید. شما این تحلیل رو رسا میدونید، تحلیل آقای گوهردانی که این اقدام من اشکال در اینه که اون عاملی که باعث میشه این جمع این توحش ضد انسانی رو اجرا بکنن نادیده میگیرن آقای گوهردانی، برای اینکه اونجا دیگه معلومه یک آخوندی این بسیج کرده به یه مردمی رو که تخدیر مذهبی شدن، فکر میکنن اگه کسی مثل این خانم گویا قرآن رو سوزونده دیگه باید کشته بشه، و همه اینها پشت این مسئله هستن. یعنی اینجوری نیست که کسانی بر اساس عاطفه، چون ایشون به کلمه عاطفه اشاره کردن، یا هرچی، یا اعتقاد، وقتی گفته میشه فریب یا مثلا عوام فریبی، یعنی طبقه حاکم
دو ابزار داره برای کنترل جامعه، یکیش سرکوبه که میزنه میکشه 1500 نفر رو میکشه، یکیش هم فریبه. فریب هم از طریق بسیج مردم برای همچین کارهایی، فریب در جامعه، فریب و وحشت. ببینید ارعاب یا ترور هدفش اساسا همون چیزی نیست که انجام میشه، بلکه مضاعف کردن اون چیزی که انجام میشه تو ذهن تو ذهن شهروندان جامعه که بترسن. مثلا کشتن زنها به عنوان جالبه آقای شیخ، شما به عنوان یک فعال سیاسی با سابقه چپ الان لفظ شهروند رو استفاده کردید قبلش دا. چرا الفاظی مثل شهروند کمتر توی ادبیات سیاسی چپ ها هست؟ به نظر من به دلیل اینکه هنوز این آگاهی که بالاخره شهروند در جامعه، جامعه مرکب است، جامعه امروز دیگه جامعه عشیره‌ای نیست. شهروند یک مفهوم، من در اون دو تا یادداشتی که از شما دیدم هیچ لفظ شهروند ندیدم، همش توده ها و توده های محروم. اونجا مربوط نیست به حق شهروندی، اونجا مربوط به طغیان پایین جامعه بر علیه وضع موجود. ولی در وضع موجود، یا فرض کنید الان حکومت فرض کنید دست من بیفته، من به عنوان شهروندان هر کسی رو که مخالف خودم باشه باید بپذیرم که یک حقوق پایه‌ای و اونها رو شهروند خطاب میکنی، نه خلق و نه توده، و نه خلق و نه توده و نه حتی هم طبقه خودم یا هم رأی خودم. ولی این باعث میشه که در واقع حکومت یا قانون بر اساس ایدئولوژی اجرا نشه. بله، آیا این تعبیر درسته که یک نخبه سیاسی چه در قدرت باشه چه در قدرت نباشه بهتره خطابش شهروندان باشن تا توده ها تا خلق؟ ببینید یه بحثی ما داریم که تو تاریخ نگاری هم در حقیقت اومده، بحثمون اینجاست که جامعه قوام یافته است و تاریخ جامعه بشری قوام یافته است بر اساس مصلحت صلحا و نخبگان و خبرگان جامعه، و در تاریخ نگاری هم ما اصلا این رو حضور مردم رو نمی بینیم. این در سپهر در حقیقت اندیشه سیاسی ایران حدود چندین دهه پیش از انقلاب هم میرسه، انقلاب 57 هم میرسه، که کسانی بودن که معتقد بودن که بهترین در حقیقت رفتار برای سیاست ورزی دیکتاتوری صلح هاست در ایران. در حقیقت باید نخبگان و خبرگانی باشن در غیاب مردم و به وکالت تسخیری از سوی مردم سیاست ورزی کنند و بگن شما در خونه بمونید، هر وقت که ما خواستیم شما را دعوت میکنیم. این در حقیقت اگر نگاه بکنیم به مشق جمهوری اسلامی امروزه همین کار رو داری میکنه. جمهوری اسلامی مثل جن از بسم الله از حضور مردم در خیابان میترسه، حضور جماعت، حضور مردمی که خودشون بخوان بیان تو خیابون. اما آنجایی که نیاز داشته باشه بسیج میکنه، میگه تحت لوای من، تحت چارچوب من شما اجازه دارید بیایید، این شعارها رو باید مطرح کنید، بعد از این ساندیساتون هم بخورید، بعد از اینکه این کار رو کردید سوار بشید بر بگردید. این به نظر من یه بحثیه است که ما باید نگاه کنیم که توی جامعه باز همه اجازه دارن بیان چنین آقای گواردان. تو صحنه جامعه نگاه بی‌رحمانه است به مردم و اصلا نگاه از بیرونه که دقیقاً همون دیکتاتوری صلحا رو داره اشاره میکنه. برای اینکه یک چارچوبی رو از بیرون گرفتن بدون که درک کنن چرا مردم این احساسات و این واکنش ها رو نشون میدن، مردم رو پیشاپیش بر اساس چارچوب ها و الگوهای مدرن مردم رو پیشاپیش گمراه میبینن. وقتی واکنششون به روحانیت و اونها رو ساندیس خور میبینن، اونها رو کسایی میبینن که دارن بر اساس منافع عمل کنن. اما اگر به الگوهای مدرن پاسخ بدن اونگاه ستایش میشن و تقویت میشن و حمایت میشن ازشون. در حالی که مردم رفتارشون کاملا منطقی، مردم ایران یک چیز همگن نیستن، مردم ایران دچار تناقض و دچار تفاوت و تناقض هستن. یعنی در این حال به صدایهای مدرن پاسخ میدن، یعنی الگوهای مدرن رو میخوان، دموکراسی رو میخوان و رشد تکنولوژی رو میخوان و اقتصاد مدرن رو میخوان، در کنارش به الگوهای ایرانی، به صدای ایران قبل از اسلام پاسخ میدن، در کنارش به اسلامیت و به رستگاری و به آخرت پاسخ میدن. یعنی رفتارهای متناقض
اون چه که مردم میخونید رو ناشی از عناصر متناقض در فرهنگ و تاریخ ایران میبینم که این سه تا عنصر به خاطر اینکه سه تا نیاز رو بر اساس دیدگاه هابرماس ما سه نوع عقلانیت داریم: عقلانیت ابزاری، عقلانیت تفاهمی و عقلانیت رستگاری. آقای گوهردانی، اگر رفتارهای گروه‌های انسانی اینقدر متناقضه، اگر اینها به صداهای مختلف پاسخ میدن، آیا خود همین باعث نمیشه که لفظ مردم از حیز انتفاع بیفته؟ میدونید منظورم چیه؟ شما مثلا در کرمان میبینید ده ها نفر تلف میشن، زیر پا از بین میرن، و این کراود دیگه، این مس دیگه، این تودست دیگه، این مردم دیگه، و تقریبا کسی ککیش نمیگزه در اون در واقع سیستمی که اینها رو به خیابون کشیده. ولی از طرف دیگه شما حدود 170 مسافر هواپیما رو می‌بینید که بخش اعظمشون ایرانی هستن، که تک تک اینها اسم، تصویر، شناسنامه دارن و ما زندگیشون رو می‌دونیم، برای اینکه اینها دسترسی دارن به رسانه‌ها و زیر دست و پا تلف نمی‌شن، بلکه جلو چشم ما. همونایی که شما نگاه کنید، خانواده‌هاشون رو نگاه کنید، توی کانادا که نشون دادن با اینکه غم و غصه و اندوه خودشون نشون بدن، داشتن قرآن میخوندند. خب یعنی نشون دادن که رسانه های غربی هم نشون داشتن قرآن میخوندند. بنابراین چه تعداد از اونها کدام یک این شما نگاه کنید این پخش شده در بله. به هر حال همونایی که اونجا شما میبینید، خب شما میخواهید بگید که عنصر دین پیوند دهنده اونهاست که در عنصر دین نیست، من میگم عنصر ایرانیت و عنصر عشق و علاقه به مدرنیته و عشق و علاقه به اسلام، خاطر این سه تا نیاز مختلف رو پاسخ میده و هر کدوم اسلام، مدرنیته و ایرانیت یک لک دارن، یک چیزی رو کم دارن و باید با هم باشن، که با هم باید وقتی اینا با هم باشن شما میتونید مردم بنامید اینها. نه، من میگم در این حال مردم، در این حال که دچار تناقض هستن، تشتت درونی هستن، اون چیزی که میخوان یک هماهنگی بین اینهاست و در هر مقطع زمانی به یکی از این صداها پاسخ میدن. ولی در این حال اون چیزی که نیاز بلندمدت تاریخیشون هست، یه ترکیبی از اینهاست، متوجه هستن. آقای شیخ چنینه، اینها اگه پیوند واقعیشون رو نگاه کنی، هر دو قربانیان توحش جمهوری اسلامی هستن. در یه جای با موشک میزنن، در یه جای دیگه هم با بسیجی که آقای اتابکی اشاره کردن. تمام سیستم آموزش پرورش، تمام اون چیزی که در ایران بهش میگن حوزه های علمیه و در واقع کارخانه های جهل هستند، کارشون اینه، شب و روز، نه فقط در اونجا، کلیسا هم در انگلستان همین کار رو میکنه، در خود آمریکا در 40 سال گذشته میدونید مذهب چقدر، یعنی پس طبقات نظام های حاکم به شکل باسمه‌ای مردم اینجوری میسازن. به شکل باسمه‌ای نیست، به شکل سیستماتیک، به شکل سیستماتیک افکار عقب مونده رو شکل میدن تا اینا رو بفرستن تشییع جنازه، تا اینها رو به دنبال اهداف خودشون بکشن. حالا ممکنه اهداف هیتلر بکشه توشون به فاشیسم، الان در ایتالیا هست، در جاهای دیگه هم هست. اینطور نیست که فقط مذهب باشه، ولی مذهب به نظر من جز عقب مونده ترین ابزارهایی است که طبقه سرمایه‌دار امروز دنیا، چه در ایران و چه در خاورمیانه و چه در جاهای دیگه، ازش اتفاقا در مواقع بحران طبقات حاکم بیشتر به عنصر مذهب متوسط میشن. آقای گوهردانی میخواد صحبت کنه ولی آقای اتابکی اجازه نداد، گفت نوبت منه. در مورد صحبت آقای گوهردانی، چون گمان میکنم که بی‌انصافی میکنن در واکنش به اشاره من، من قصد تحقیر نداشتم وقتی اشاره کردم به گروهی که به خیابون میان و ساندیس میخورن. بحثم این بود که حکومت اجازه میده گروهی از هوادارانش پارکاب ها به خیابان بیان و برایشون تمام شرایط رو هم آماده میکنه، ساندویچ، ساندیس، همه رو اشاره میکنه. در طول 40 سال هم چنین کاری کرده. اینها مردمان تعریف شده جمهوری اسلامی است. اما اون بخشی شما به ایرانگرایی یا به در حقیقت تجدد اشاره میکنید، همین مردم وقتی میان برای کوروش میخوان مراسمی رو داشته باشن در تخت جمشید یا در حقیقت آرامگاه کوروش، اجازه نمیده حضور داشته باشن. اینها برای جمهوری اسلامی مردم نیستن، ایرانگراها مردم نیستن، دگراندیشان مردم نیستن و باید به خانه برن. اگر مردم در سنندج میان برای کولبرها میخوان سوگواری کنن،
بگن که این فاجعه انسانی باید یه بار تموم بشه، دستگیر میکنن، به زندان میندازن. کردستان مردم نیست. کسانی که خارج از در حقیقت ساماندهی بسیج جمهوری اسلامی باشن، مردم به حساب نمیان. اشاره من به این بود. من اعتقاد بر این ندارم جناب آقای گوهردانی که کسانی که پارکاب مردم هست، پارکاب این نظام هستن، مردم نیستن. من در تحقیر اینها بر نیامدم. من فقط میخوام بگم که اینجا ما با یک برخورد کاملا گزینشی از سوی حکومت در قبال با مردم روبرو هستیم که مردم رو به گروه‌های متفاوت داره تفکیک می‌کنه. ولی آقای عطابکی شما هم غیر خودی. آقای عطابکی شما هم این گروه‌های که آقای اشاره آقای عطابکی... غیر خودی هست. آقای عطابکی شما هم گزینشی برخورد نمی‌کنین وقتی میگید اونها که میان بیرون برای این تشییع جنازه ساندیس خور هستن. اصلا من نگفتم اونها... اینجا. نه نه من اصلا نگفتم. من به هیچ شو نگفتم تمام کسانی که میان به حکومت میاد در حقیقت برای حکومت میان همه اینها به هوای ساندیویچ و ساندیس اومدن. نه این کارو نگفتم. من اشاره میکنم، تاکیدم میکنم، این کارو گفتم. عاملیت حکومت رو دارم اینجا در نظر میگیرم. بسیاری از کسانی میان تو خیابون هوادار حکومت هستن و پایبند به تمام ارزش‌های این حکومت هستن، بدون اینکه ساندیس بخورن، بدون اینکه ساندویچ بخورن. من داشتم عاملیت حکومت رو میگفتم که حکومت در رفتار خودش با مردم چگونه گزینشی داره رفتار میکنه. بله. چه امکاناتی بله. فراهم میکنه چه امکاناتی بله. فراهم نمیکنه. بحث اساسی مشکلی که آقای عطابکی بهش اشاره میکنه که چرا حکومت ها الگوهای رقیب رو مانع از ظهور و حضورش در جامعه میشن، به خاطر اینکه این هست که شما الان میبینید که الگوی حاکم بر جامعه ایران امروز مبتنی بر اسلام هست، در مقابل الگوی ایرانیت دوران شاه. بنابراین شما میبینید در جشنهای 1500 ساله شاه مردم به طور کامل غایبن، یعنی شاه به مردم اعتماد نداره، چون جنبه اسلامی و جنبه مدرن هر دو تاشون در تعارض با سیستم قرار میگیرن و سیستم رو میخوان مزمحل کنن. سیستم از خودش داره دفاع میکنه در مقابل این نیروهایی که دو مهمان دیگه نیستن، بلکه شما هستید که باید به یه سوال مهم جواب بدید، اونم این که جاذبه پوپولیسم در چیه. شما هستید که معتقد هستید رفتارهای مردم منطقیه، رفتارهای مردم یک توضیح کاملا واضح پشتش هست و تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو این توضیح میده. این سیستم فکری شما تا اعتراضات آبان ماه و جاهای دیگه ای که مردم، خلق، توده در صحنه هستند. خب اگر مردم رفتارشون عقلانیه، میدونن چی کار میکنن، چرا پوپولیسم اینقدر میتونه بکشونه اینا رو به سمت، حتی در جامعه ای که پارامترهای توسعه درشون بسیار خوب پیش رفته؟ در آمریکا ترامپ رای میاره، در جامعه دیگه در اروپا کسایی رای میارن که پوپولیستن، در ایران شعارهای پوپولیستی جاذبه داره، در روسیه، در ترکیه پوپولیستا بر سر کار هستن. اگر اینها بر سر کار هستن، این در مورد مردم به ما چی میگه؟ نکته اساسی من این که اولا اون بحثی که شما گفتی که رفتار مردم منطقیه، من گفتم منطق درونی داره، نه منطقی که یونیورسالیست، یعنی به طور جهان شمول نیست. یعنی شما یه معیار جهان شمول نداری که منطق مردم رو به اون اساس نگاه. خب این منطق درونی که داره همون چیزی نیست که آقای شیخ میگه که مردم فریب میخورن. این بحثی که آقای خامنه ای هم ساده انگارانه نگید این رو، ولی در نهایت بحث اساسی اینه که شما وقتی که شما فکر میکنید یه الگوی اصیل، یه کالای اصیل وجود داره که اون کالا یا مدرنه یا ایرانگرایانه است یا اسلامگرایانه، مردم در تاریخ ایران همیشه معترضن، ناشادن، برای اینکه الگویی که بهشون عرضه میشه چه اسلامگرایانه چه ایرانگرایانه چه غربگرایانه، الگویی نیست که تمامیت اون عقلانیتی که مردم بهش نیاز دارن رو پوشش بده، از جمله ترس از مرگ که مدرنیته بهش نمیپرد. این حد از یک پارچگی که آقای گوهردانی داره میبینه در مردم، که مردم عناصر مختلفی میخوان و وقتی این عناصر مختلف باشه ممکنه اقبال کنن در شخصی، وقتی نیست میرن سمت دیگه. چنین یک پارچگی رو میبینید؟ ببین اولا مردم یک پارچگی ندارن، برای اینکه این چیزی که تحت عنوان زیر الفاظی مثل تناقض اینا مطرح میشه، اساساً مربوط به اینه که
اهالی یک جامعه، شهروندان یک جامعه به طبقات مختلف تقسیم میشن و به جنبش‌های مختلف تقسیم میشن و بنابراین منافع کاملا متضادی با هم دارن. این مثلا فرض کنید کارگرانی که در یک سال گذشته ما دیدیم در صحنه اجتماعی ایران ظهور کردن و یک جنبش رادیکالی رو از خودشون نشون دادن، خب اینا منافعشون یعنی زیست روز و شبشون، کارشون، استراحتی که ندارن یا کولبرهای، همه اینها در یک جهت در جامعه. منظور شما اینه که اون فرمولی که آقای گوهردانی میده که مردم این عناصر رو میخوان، مدرن، اسلامی، نه، ایرانی، نه. این نمیتونه توضیح بده رفتار، نمیتونه توضیح بده، برای اینکه بحث شما فکر میکنید تحلیل طبقاتیه که میتونه دقیقا توضیح. به نظر من تحلیل طبقاتی مخصوصا در امروز در جامعه امروز ایران این خیلی برجسته شده. شما مثلا فرض کنید تو جهان مثلا در حالت اون من تصحیح میکنم اونجوری که شما نقل قول کردید از من در مورد اینکه مردم فریب میخورن، من میگم مردم در معرض فریب خوردن هم هستن از طرف طبقه حاکم، نباید اینو نادیده گرفت. بله. از طریق مذهب، از طریق ناسیونالیسم. جای الفاظی چون خلق، توده، مردم، نمیدونم جماعت رو میتونه واحدهای کوچیکتر که از جمله طبقه هست بگیره. ببینید ما تو تحول و تطور مفاهیم اجتماعی جامعه شناسی و تاریخی به مفاهیم تازه رسیدیم، مثل فروده است، مثل توحیده است، توحیده است شهری، اینا همه بارهای خودشه داره. من اشاره بکنم که یکی از زیباترین تعابیری که من میدینم مال آنتونیا گرامشی هستش که از سابالترن یا فرودستان نام میبره، یعنی گروه های به حاشیه رانده شده، مارجینالایز. من در حال حاضر به جمهوری اسلامی بخوام نگاه بکنم میبینم ما گروه هایی داریم که به اسم غیر خودی شناخته میشن و اینا به لایه ها و طبقات متفاوت تعلق دارن و سهمی در سپهر در حقیقت سیاست ورزی جامعه ندارن. اینها رو به من فروده است میخونم، نه توحیده است. فروده است لزوما توحیده است نیست. اما در آغاز صحبتم یه اشاره کردم به تشییع جنازه سلیمانی، اجازه میخوام در پایان صحبتم اگر پایانی باشه به اون اشاره کنم که اون جماعتی که در اومده بودن به خیابان، اون جماعت در شرایطی در حال حاضر زندگی کنن که اگر من بخوام آریه بگیرم از تعبیر بسیار زیبایی که یکی از جامعه شناسان ایران آقای دکتر پیران استفاده میکنه، ما در شرایط تردید هستیم، امبیولنس هستیم. در این شرایطی که ما جامعه ما داره به سر میبره، جامعه شرایط گمانه‌زنی و تردید به شدت توش نفوذ داره و میتونه این شرایط جوری باشه که همون جماعتی که اومده مثل این که در میدان به استقبال گفتگوی آقای چاوشسکو رفتن، در میانه اون تظاهرات سرودی دیگه بخونن و پایان حکومت آقای چاوشسکو رو رقم بزنن. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه فاتح شیخ، فرهاد گوهردانی و تورج عطاوکی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری برنامه، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه بون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.